بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم من الان الى قیام یوم الدین. با عرض سلام و ادب خدمت تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام، یک بار دیگه برنامه سرزمین عشق رو از کربلای معلی تقدیم حضور شما میکنیم و امشب هم همچون شبهای گذشته میزبان مهمان ارزشمند و گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسن احمدی کاشانی هستیم. از طرف شما و خودم خدمت ایشون عرض سلام و احترام دارم. حاجا سلام بنده هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته طیبین طاهرین، لا سیما مولانا و سیدنا و ولی امرنا بقیت الله فی الارضین. بنده هم خدمت شما و همه عزیزان و بینندگان عرض سلام دارم. امیدوارم که اینجا ما نای بسیاری اونها هستیم و دعاگوی اونها از این مباحث ما انشاءالله بهرمند بشه. الهی آمین انشاءالله. اجازه فرمایید امشب هم زهار آقا محسن علیه السلام باشه و بچه باده بس بشه. بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك، عليك منا سلام الله ابدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا قمر العشيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامه سرزمین عشق امشب رو در حالی تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند میکنیم که در شام جمعه به سر میبریم. روز جمعه روزی است که ظهور آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا در اون متوقع هست و اگرچه این جمعه هم گذشت ولی که چشمان گناهکار ما مشرف به زیارت چهره دلربای یوسف زهرا آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدم الفدا نشد، ولی همچنان دلهای ما و وجود ما بر ظهور حضرت صبور است و منتظر و از این انتظار رجای قرب و نزدیکی به خدای عز و جل رو داریم. انشاءالله بحث امشب ما اختصاص خواهد داشت با آقای امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف و روز جمعه، تا ببینیم در باب کرامت از این دو موضوع چطوره میتونیم بهره برداری بکنیم. حاجای کاشانی، بحث کرامت رو در شبهای گذشته داشتیم و اینکه کرامت مقوله‌ای بود که فرمودید تعریف شدنی نیست، همچون عقل و یک نمونه و سقف و حد و حدود هم نداره، که مثلا بگیم تا یک حدی است و دیگه بیشتر از این تعداد نمیشه شمرده نمیشه. ظاهرا باید هر چیزی هم کرامتی داشته باشه، یعنی جدای بر اینکه انسان ها کرامت دارن و کرمنا بنی آدم، باید مخلوقات خدا از مادیات و حتی اوقات هم کرامت داشته باشن. روز جمعه سوال من بیشتر اینجا هست، آیا روز جمعه هم کرامت داره و این کرامتی که داره به چه خاطر است؟ خب به طور برهانی و عقلی خدا مخلوق بیشعور نداره. بله.
این امر مسلمه، اگر نه چقدر آیات و قرآن راجع به اینه که این من شیء الا یسبح بحمده. اون چی که خدای عز و جل آفریده همه مشغول تسبیح و تقدیس خدا هستند و از اون چیزها زمانهاست، مکانهاست، کوههاست، درختان، موجودات دیگه است که همه اینها در خانه پروردگار یه نحوه تسبیح دارن، ولو اینکه ما تسبیح اونها رو متوجه نشیم ندونیم. این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. این با شیء اونم با نفی با هم آمدن یعنی هیچی نیست. تو میونه اینها روزام همینجوریه، شبام همینجوره. چقدر ارزش قائل شدن برای شب قدر، شب نیمه و بعضی شبهایی که شب عرفه، همونجور برای روزاش هم همینجوره. روزها هم یک واقعیت حقیقی و یک شأنیت و یک کرامتی دارن که اینها ظرف زمان یا بفرمایید ظرف مکان هستند برای کمال بشر و باید هم شرافت داشته باشند، چرا که اگر در این ظرف زمان دعا مستجاب میشه، این ظرف زمان مورد توجه قرار گرفته. یه وقتی از همه ظرف زمان ها مورد توجهه، مثل این که برای امام زمان علیه السلام میگه که درود و صلوات رو عرض میکنم، انتظار رو منتظر هر صبح و شب داره. خب این صبح و شب خاص این مؤمن، خودش کرامت برای این صبح و شب گذاشت. حالا جالب توجه این است که یه فرمایشی است که می‌فرماید یتسابقون الی الجنه و قدر سبقکم الی الجمعه. مؤمنین و هم پیشی میگیرید به رفتن بهش به مقدار پیشی گرفتنتون به جمعه. خب جمعه باید یه واقعیتی داشته باشه که مؤمنین با سبقت گرفتن به جمعه پیشی به بهش بگیرن. یه سری آدابی برای جمعه بیان کرده، مؤمنین این آداب ظاهری رو چه بسا رعایت میکنن. ما اینو گفتیم فقط برای این نکتهش که امروز داره شایع شده و دارن تبلیغات میکنن ای دنیا روز شنبه رو تعطیلی میگیره، یهود، نصارا و اینا میخوان این تعطیلی جمعه رو بنزن شنبه. یه واقعیت جمعه، یه واقعیتیه. تو فرمایشات معصوم فرمود جمعه عیده و این عید بدتر از فطر و قربانه. بعد از قدیر جمعه است. خیلی ارزش داره این جمعه، انقدر ارزش داره که منو بهشتی میخوام. آداب ظاهری هم که برای جمعه هست، مثلا حمام کردن، ختمی گرفتن، ناخن گرفتن، تعطیلی و عید رو در این روز قرار دادن و امثال اینا، اینا همه مقدمه است برای اون واقع و اون باطن. حقیر یه تفسیری در راجع به سوره جمعه نوشتم، در این تفسیر مفصلا بیان شرافت روز جمعه رو کردم و اینکه چرا باید در روز جمعه هزار تا صلوات وارد بشه. خب آخه روز دیگه اینو نداره، روز جمعه داره هزار تا صلوات. این معلومه این منزلت و مقام جمعه رو میرسونه، چه جایگاهی داره. در فرمایشات فراوان از معصومین که یکیش فرمایش امام باقر علیه السلامه و ما جمعه رو جمعه نامیدن به خاطر اینکه خدای عزوجل خلق رو جمع کرد در اون روز برای ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. پیداست بر اینکه این جمعه خودش شرافتی داره، مثل این سنگی که تو دست ما هاست شرافت پیدا کرده به خاطر قرب به ولایت و هاکذا. حالا بیان اینا خودش البته نیاز به جلسات متعدد داره که ما جمعه رو معرفی کنیم. رضا روزی که میثاق انبیا گرفته شد روز جمعه بود، روزی که آدم توبهش پذیرفته شد روز جمعه بود، روزی که ابراهیم از آتش نجات پیدا کرد جمعه بود. همینجور یکی یکی مناسبت ها جمعه، روز ظهور هم روز جمعه است. هازا یوم الجمعه، هازا یوم الجمعه المتوقع فیه ظهورک
و الفرج فیه للمؤمنین. این روز یه روزی است که مختص به امام زمان علیه السلام. حالا چرا سرش دیگه باید تو انگیزه خلقت یافت. آره، چرا جمعه انقدر شرافت پیدا کرده که در این جایگاه با عظمت قرار گرفته؟ امروز روز عیده، اما همه گریه ها در امروزه، دعای ندبه امروز داره. روز عید با ندبه چجوری اینو هم جمع میشه؟ چی تو این قصه هست که از اون ور این روز اینگونه عید گرفته بشه، از اون ور گریه درش وارد شده باشه؟ پس باید دنبال این بود که انگیزه اینو فهمید. حضرت چی هست انگیزه آفرینش؟ شما مثلا در انگیزه آفرینش باید سر کرامت جمعه رو پیدا کرد، مگر انگیزه آفرینش چی هست؟ ها، انگیزه آفرینش حسب بیاناتی که از ائمه معصومین، قرآن، روایات، بیانات انبیا هست، قریب شاید 30 تا وجه در انگیزه آفرینش فرمودن، اما ما فقط به یکیش اشاره میکنیم و این رابطه شو با جمعه میخوایم ببینیم. بالاترین انگیزه آفرینش که مقصود نهایی از خلقته، غرض خلقت و مقصود آفرینشه، خود ولایت اهل بیت عصمت و طهارت که ظرف بیانش، ظرف گرفتن عهدش، ظرف پذیرشش برای همه موجود در روز جمعه است. پس در فرمایش امام عسکری علیه السلام فرمود ان ولایت محمد علیین یعنی قرض الاقصا و المراد الافضل، ما خلق الله احدا من خلقه ولا بعث احدا من رسله الا به ولایت محمد. خیلی حرفه. امام عسکری سلام الله علیه میفرماید ولایت پیغمبر و امیر مؤمنان و اهل بیت علیهم السلام قرض اقصاست، مقصود نهاییه که هیچ خلقی رو نیافرید مگر به خاطر ره. خب اینو توی این ظرفایی قرار داده. شب قدر شبه خیلی ارزش داره. چرا؟ چون تو اون شب انا انزلنا فی لیلت القدر، ولایت در اون شب امرش، حکمش، بیانش آمده و قرآن بر اون نازل شده. روز جمعه هم ظرف همینه. جمعه ظرف بیان مهمترین چیزی است که مقصود آفرینشه. تو اون روز باید عهد و پیمان میگن، از تو اون روز باید بخونی الا ان جدت تزالک الاهدلی تجدیدن بعد تجدیدی که میسام راجع به آقا سید و شهدا سلام الله علیه. همه چهارشنبه زیارت برو، پنجشنبه زیارت برو، سه روز روزه بگی، جمعه هم برو، جمعه تجدید میساق کن. اللهمش اللهم اكتب هذه الشهاده بعني اتيتك مجددا الميثاق. خیلی حرف. جای کاشانی، اگر انگیزه خلقت ولایت هست که شما فرمودید و ولی امر و ولی زمان ما آقا بقیت الله اعظم روحی و روح العالمین لتو را مقدم الفتاح هست، پس علت غیبت حضرت چیست؟ دلیلی که معنی انتظار اصلا چیه؟ اگر بخوایم حالا بگیم غیبت باید باشه، پس انتظار به چه صورت باشه؟ علت غیبت باز تعداد زیادی در روایات ما عنوان علت غیبت. چرا غیبت شد؟ یکیش این است که سری از اسرار الهی است، خدا میدونه، حدی هم نمیدونه. حالا چرا؟ چه حکمتی بر این قرار گرفته؟ خدا میخواد اختبار کنه، امتحان کنه. بله، شما که گفته میشه. یکیش تمهیسه، خود تمهیس، اختبار، اختیار. خود این یکی از علتهای غیبته که امروز همون یه زمانی بر شما میاد که دست دست مردم از دین میرن و شک در وجود امام زمان علیه السلام میکنن و این علت سبب میشه که مردم دوباره باید رو بیارن. این علت غیبتی که اینه، خدا هم خود امتحان کنه. یکی دیگهش عرض میکنم که خروج مؤمنین از اسلابه که حضرت آمد دیگه تو اونجا از نسل این کافر اگه مؤمنی هست ظاهر بشه. یکی این که حضرت بیعت احدی از حکام زلمه به گردنش نباشه. حضرت اون وقتی که میاد دیگه تموم شد، به تعویل قرآن، به ظاهر و باطن قرآن عمل میشه. یکی از علتهای غیبت اوم و عبیدی الی حلقه حضرت فهمات که همونجور که ائمه معصومین رو کشتن امام زمان رو میکشن، حجت خدام که روی زمین نباشه عالم باید واژگون میشه. باز علتهای مختلف. یکی دیگه اش عدم قابلیت خلقه.
خان قابل دیدن امام زمان در حضور ازل بودن، این یکی از علتش ما قابل نیستیم، چون لگن زدیم به اصل کرامت، به قانون، به هدایت، قابل این معنا نیستیم. اونی که مهمترین علت ورا غیبت امام زمان، که معنای غیبت و انتظار و ظهور و حضور رو معنا میکنه، همین قصه ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اون انگیزه حقیقی در واقع آقایی محمد و آل محمد علیهم السلام. خب وقتی این آقایی به منصه ظهور نرسید، این ذوات مقدسه رو کشتند و از میان برداشتند، خدای عزوجل آخرین اونها رو مخفی کرد. چرا؟ چون اگه این حجت هم به این میرفت، اون مقصود نهایی نمیرفت. لحاظا غرض از غیبت هم همون ولایت، چون حقش ادا نشد. بله. اون ولایت چون حقش ادا نشد، این آقا باید غائب بشه تا یه روزی بیاد این ظاهر بشه. غیبت معناش اینه. انتظار هم معناش اینه. انتظار چی میکشیم ما؟ ما انتظار اون انگیزه حقیقی واقعی خدا رو میکشیم که هنوز ظاهر نشده. این سبب عرض میکنم غیبت امام زمان و انتظار ماست. پس منتظر کیه؟ شیعه است. بازم تو روایت داریم خدای عزوجل اخذ میثاق المهدی فی الذر الاول. خیلی قشنگه این عبارت. عهد و پیمان عرض میکنم وجود صاحب الزمان علیه السلام در ذر اول خدا گرفته که این آقا باید بیاد و عرض میکنم که ظاهر بکنه. پس علت غیبت همون علت انتظاره. علت انتظار همون علت غیبت. چی غائب شده بود که حالا من باید منتظرش بشم ظاهر بشه؟ اون مراده. آقا ما منتظر ظهوریم یا منتظر حضور؟ اصلا فرق بین ظهور و حضور چیه؟ اینو باید دوتا واژه رو کنار هم کنه. وقتی میگی ظهور، ظاهر مقابل پنهان و مخفیه. ظاهر مقابل پنهان. وقتی میگی حضور، حاضر مقابل غائبه. یعنی از حیث فیزیکی در بحث حاضر و غائب حجت الهی رو میخوایم. خدایا او رو حاضرش کن، او الان غائبه. چیش غائبه برای من؟ چی باید حاضر بشه؟ اما در ظهور یه معنای خیلی بلندیه، مقابل خفاست. بابا یه آقا اصل شخصیتش، شخصش، عرض میکنم کمالاتش، علمش، قدرتش، حیاتش، ویژگی های بلندش، شؤوناتی که نمیشه شمار اون شؤوناتو، این غائبه. غائبه یعنی چی؟ پنهانه، هنوز ظاهر نشده. لذا وقت ما قابلیت پیدا میکنیم برای ظهور امام زمان، که با این معرفت ظهور رو بخوایم، نه حضور رو، اما ظهور با حضور رو میخوایم. یعنی چی؟ یعنی ما اون معنای بلند از حضرت صاحب علیه السلام که او مظهر تمام و کمال اسماء و صفات فعلی خداست، او کسی است که وجه الله، عین الله، اذن الله، قلب الله، علم الله، قدرت الله، اونی که در واقع مظهر تمام و کمال همه خوبیای انبیا، اولیا، اولیا اوسیاس، لدیه موجود اون آثار الانبیا، هر چی هست در وجود این آقا هست، ما منتظر ظهور این آقا این و ظاهر بشه، نه حاضر بشه. اگه بنا بود به حضور باشه که حاضر باشه، زمان ائمه معصومین، ائمه معصومین حاضر بودن، اما یکیه که ائمه معصومین رو کشتن. چرا؟ چون امام معصوم پیششون ظاهر نبود. رضا در روایات ائمه معصومین هست، میفرماید که عبادت در زمان غیبت به مراتب بالاتر است در زمان نسبت به زمان حضور. چرا؟ اگه این ظهور معنا پیدا کنه، اگر امام معصوم برای من اینگونه ظاهر باشه که من حجت خدا امام معصومم رو اینگونه بشناسم، معرفت به او پیدا کنم، او پیش من مخفی نیست. از عبادت الان اگه ازم همون اگه اینجوری بود، ما افقدم هم حجته خدا، حجت خودش مخفی نمی کرد.
وقتی برای من این گونه امام به حجت الهی آشکار باشه، ظاهر باشه، امام معصوم خودم رو بشناسم به اینکه او حجت منسوب من معصوم از جانب خداست، من بدونم اون دارای ولایت پروردگار عالمیانه، اگه من بدونم مظهر اسماء و صفات و اسم اعظم اعظم خداست، اگه من بدونم این شاهد و گواه اعمال همه خلقه، این معرفت رو پیدا کنم، من با این معرفت باید در خونه امام حسین علیه السلام برم، بدونم که اگه من دارم او رو خطاب میکنم او میشنوه، گوش شنوای خداست، انقدر توانا هست که حاجت منو بده، انقدر توانا هست که دانا بشه به خاطرات دل من، این ظهوره، این منه. اما در حضور اینا نیست، اینا نیست، در حضور منتظر من امام حاضر بشه برای دنیا، برای ریاست هم فلان، آخر زمانی هم که هیچی دیگه، شمشیر از خدا که انشالله عاقبت ما رو به خیر بکنه. همونطور که گفتیم حرف از شمشیر از رو شد، متاسفانه ما حتی در روایت ها هم داریم که خیلی از کسانی که ادعای دین و مذهب میکنن همین ها جلوی حضرت می ایستن و مانع میشن. فقها ها فتوا به قتل حضرت میدن، فرمایش الله خیلی آجا، همه چیز کرامتی داره. فقها ها و ذالک الزمان تحت فرمود شر و فقها ها از منه تحت ظل سما، یعنی بدترین فتوا میدن به قتل. خدا ما رو دور بکنه از این گناه. سادات دشمنان رده اول امام زمان رئیس الله، خاطر اون حسادت و بخاطر استجیر بالله، استجیر بالله، استجیر بالله. هر چیزی فرمودید کرامتی داره، راجع به کرامت روز جمعه هم صحبت کردیم، کرامتی که در ظهور خدا آقای امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف هست چیست؟ این با همون معنای ظهور معنی شد. ظهور همه برکت ها این کرامت نیست، هرچی برکت خدای عزوجل میخواد ظاهر کنه، منتظر فنتظر و انی معکم من المنتظر، منم منتظرم. و علمو ان الله یوهی الارض بعد موتها، زیل این آیه شریفه میفهمون زمین که نمیمیره که، ای موت اهلها، اهل زمین مردن، قابلیت اینو ندارن الان، حسد که تشریف میاره همه این برکات ظاهر میشه. برکات چیه؟ زمین هرچی گنجشه میریزه بیرون، هرچی عرض میکنم درخت ها میوه دارن میریزن بیرون، برکات روی زمین زیاد میشه، بارون زیاد میباره، به وقت میباره، صدمه نمیزنه، بادها به وقته، اینا این برکات دیگه، این برکات زمینی، برکات آسمانی خدا، و فی السماء رزقکم و ما توعدون، خیلی زیباست که تو آسمونا خدای عزوجل یه چنین حقیقتی رو ذخیره کرده که اون روز بیاد و برکات آسمون و زمین رو ظاهر کنه، گنجاش رو ظاهر بکنه. این برکات امام زمانه، این از کرامات امام زمانه، آثار انبیا رو از کوه کجا و کوه کجا و کجایی که مخفیه، از عصای موسی و از لباس یوسف و تابوت و چنین و چنین ها بیاره و ظاهر بکنه، اینا کرامات امام زمان السلامه. از کرامت ها دین رو ظاهر کنه، دینی که قریب و مظلوم واقع شده، امام زمان علیه السلام میاد این دین رو تمامش رو بیان کنه. امام زمان علیه السلام میاد علمی که تا اون زمان دو باب علم شکوفا شده، حضرت میاد 25 حرف دیگه 28 حرف دیگه رو ظاهر کنه. این از کرامات امام السلام. امام زمان سلام الله علیه تشریف میارن، میخوان قربونش برم، میخوان انبیا، تلاش انبیا، زحمات انبیا که اینها زحمت کشیدند برای دنیا، برای عالم، که اینها رو از ظلمت جهل و کفر و تباهی افتادن نجات بدن، با اون بالاترین درجه از کرامت و کمال و انسانیت و اینها برسونه. حضر این از کرامات امام زمان السلام. عقلی که تا حالا پرده افتاده روش، حجاب های ظلمانی است، نور این عقل کماه و حق و ظاهر نشده، امام عز علیه السلام میاد با دست مبارکشون به سر مؤمنین، به سر عالم میکشه و تمام مخلوقات رو، عقولشون رو
بالا میاره، رشد میده، کامل میکنه. ما اینا رو گاهی یه چیزی میخونیم و رد میشیم، ولی میدونیم فرهنگ ها در هر اجتماعی ما تو اجتماع ایران میبینیم چقدر تفاوت کرد با فرهنگ زمان تاریخ. خیلی تفاوت کرده، حتی فرهنگ عراق، فرهنگ افغانستان، فرهنگ کشور دیگه با یه حرکت یه وقت فرهنگ وجود نازنین آقا بقیت الله العظم روحی فدا یک حقیقتی است که میاد تمام پرده های جهل و نادانی و وقت این سلطه چه سلطه ایه؟ سلطه و حضرت پرسید آقا یبن رسول الله شیطان سلطه داره؟ به چه سلطه داره؟ فهمود به قلوب شما وسوسه میکنه. پرسید آقا ملک الموت چقدر سلطه داره؟ فرمود انقدر سلطه داره که همه کسی میتونه تو این دنیا تو همه قبضه رو کنه سلطانش. فرمود شما لبل چقدر سلطه دارید؟ حضرت فرمود به شرق و غرب، آسمون و زمین، به همه جا ما اختیار داریم. سلطان سخر له کل شی، حضرت فرمود برای امام خدا مسخر کرده همه چیز رو. این سلطه، سلطه ای که اصلا بیانش انسان الکن از این که بخواد حضرت میاد قرآن رو ظاهر کنه، قرآنی که هر کسی برای خودش داره یه جوری ازش بهره های بد میبره، تعبیر منفی میکنه، سوء استفاده میکنه، آیات شیطانی مینویسه. امام زمان علیه السلام میاد این قرآن رو به حدودش ظاهر میکنه، عام و خاصش رو عرض میکنم، تنزیل و تعویل و تفسیرش رو بیان میکنه امام حسن. این چه ظهوریه؟ این ظهور هنوز واقع نشده. انشاءالله که باشیم و ببینیم انشاءالله. جا ما راجع به اهل بیت اسد و طهارت و اون القاب و اسامی که حضرات معصومین با اونها خونده میشن، شاید برخی از بینندگان عزیز این سوال رو داشته باشند که آیا معانی القاب و اسماء اهل بیت اسد و طهارت واقعی است؟ و اگر این گونه است، معنای ولی، بقیت الله، امیرالمؤمنین، امام، آیت الله العظما، اینا چی میشه؟ و آیا کسی میتونه این القاب رو برای خودش استفاده بکنه؟ مثلا کسی بگه من آیت الله العظما هم، اگر به آقا امیرالمؤمنین گفته میشه آیت الله العظما گفتن ها به چه صورتی؟ یا امیرالمؤمنین اگر مختص آقا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالبه، یا بخش ولی الله و غیره و غیره. بله، اسما و القابی که برای ماها بشر هست اینا اسم بی مسماست. ماها اسامی که رو خودمون میذاریم بی مسماست. با این بیان عقلی و برهانی میخوام عرض بکنم این جری و انتباقاتی که توی تفاسیر انجام میگیره این حرفای باطله. اسمای ما، القاب ما بی مسماست. من یه خرده‌ای بگیرم بر بعضی از نویسندگانی که در احوالات علما کتاب می نویسن و نوشتن، یه وقت می بینی نصف سفر رو شروع میکنه لقب شخصی شروع میکنه القاب رو چسبوندن به این آقا. وقت برای امام زمان علیه السلام، برای امه مسئول یه این یه این و جین فقط تو پرانتز تو پرانتز می نویسه. این ظلم به حق اهل بیت. حالا این که از مسلمات و واضحات نظر هر کسی سوال عقله، ما بخواهم بگیم این اسامی که مختص معصومین هست، این القابی که منتسبه به ائمه معصومینه، اینا نباید به غیر حجج الهی سرایت داد. چرا؟ چون اسامی اونها، القاب اونها انطباق با مسما داره، انطباق با معنا داره. متاسفانه ما هر کجا هر چی شد به خودمون نسیم. آقا ولایت فوری نسبت میدیم، پیر و مرشد و ولی هم بر خودمون درست میدیم. درست میدیم. نه، این ولایت با این معنا باید واضح کرد، باید گفت. ازا اگر عنوان میشه دنیا، من میخوام اینا رو بشنوه، عامه بشنوند، سنی ها بشنوند، دشمنان اهل بیت بشنوند، اون شبکه های میگانه بشنوند که ما اگر عنوان ولی و ولایت برای معصومین میکنیم، غیر اونیه که دیگران برای خودشون میگن. اصلا از حیث معنا و مفهوم چیز دیگه که الان مجال ذکرش نیست. اینا رو ما در شاید سال گذشته در مباحث ولایمون بیان کردیم.
بنابراین مثل بعضی لقبایی که این لقبا رو ائمه معصومین برای خودشون گذاشتن و اصلا نکردن که برای دیگری گذاشته بشه، مثلا لقب امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای امیرالمؤمنین و اونم به کسی دیگه اطلاق نکنه، آقا من به امام زمان علیه السلام میتونم لقب امیرالمؤمنین بذارم؟ اصلا فهمون نه، فهمون هر کی بذاره ما یدعونه الا اناثا، اصلا کسی اگه بذاره این معلومه که اصلا مرد نیه، نامردی که داره یه چنین کاری رو میکنه. شخصی به آقا امام صادق علیه السلام امیرالمؤمنین گفت که حضرت بسیار ناراحت شدن و گفتن که این لقب مخصوص امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام هستش. بله نباید گذاشت. برای همین بعضی از مثل امام، خب برای امام جماعت میگن امام، امام جمعه رو میگن امام، فلان میگن امام، اما این معنای امام در اینجا که یعنی مثل آقای امام حسین، امامیه که بر حجت الهی میذاره چون اون معصوم منصوبه توی امام میذاره، این معنی لغویش داری به کار میبری، یعنی آقا به دیگری، آره آقا به دیگری نمیتونی بذاری امام، حق اینو نداری. اگه مرادت اون باشه خطای فاحشه جای انتباه. کسانی که راضی میشن بر اونها این القاب گذاشته بشه چی؟ این یعنی اونم دونه لا ناسا معلومه اینا مریضه، اون مرض دارن، اون مرضی که یعنی طرف نه آقا به من کار نداره، ربطی نداره، اینا میگن دیگه من چیکارشون بکنم، این درست نیست، من باید اصل عمل نشه. مثل راسخونه در علم، وقتی امام معصوم فرمود راسخونه در علم مایم شیعتون المتعلمون، نمیشه به کسی دیگه اطلاق کرد. ما اینا رو بزنیم مثل صادقون کونو مع صادقین، این معیت با صادق اسمت و نس میخواد، من حق ندارم اینو سرایت بدم به غیر معصوم. سقلین چی؟ اگه مثلا کسای دیگه رو سقلین همونه که اون آقا برگشت کن، نه حق این رو نداره سقلین، بابا قرآن و اهل بیتن، این چقدر جری باید باشه که یه چین القابی رو به غیر معصوم بیاد مزخرف بفاقه خود شیرینی بکنه، یه از نادانیه الله خواهد. این حرف ها حرف های شیعه نیست. بله شیعه از خط خودش تعدی نمی‌کنه، از حد خودش تجاوز نمی‌کنه. شیعه کسیه که دنبال روی کلام و حجت خدا و معصوم و منصوب از جانب خداست، بازیچه نیست که این حرف ها این واژه ها، این واژه ها مثل بقیت الله. یعنی چی بقیت الله؟ بقیت الله یعنی باقی مانده خدا، بقیت الله خیر لکم مؤمنین، بقیه خدا. کلمه بقیت الله یه واژه خیلی بلنده برای امام زمان الانسان، و اگه ما بخوایم این بقیت الله رو بفهمیم باید در هر زمینه وارد بشیم تا بگیم بقیت الله. ببین از آدم شد صفی الله، صفت الله، برگزیده خدا، برگزیده خدا شد. نوح شد نبی الله، حسفه خیلی وصف بزرگیه، بی جهت که اینا گذاشته نشده، خدای عز و جل اینا رو گذاشته، به زبان خاتم انبیا آمده، ائمه معصومین بیان فرمودن تو زیارات هست. عرض میکنم ابراهیم شد خلیل الله، مقام خله گرفت، ببینم بی جهت که نشد خلیل خدا. موسی شد کلیم الله، عیسی شد روح الله، پیغمبر شد حبیب الله، امیر مؤمنان شد ولی الله. یکی یکی ائمه معصومی سلام الله علیه یه لقبی رو براشون قرار داد خود خدا. آره که این لقب اینا ببینید در حدیث لوح دیگه مفصل اینا رو راجع به مصطفی خازن و علمی این القابی که گذاشتن خودش معنا داره، بی معنا نی. حالا راجع به آقا بقیت الله، بقیت الله خیر لکم، بقیت الله به بیان خودمون همه چیز رو خدا معرفی میکنه با. در مقام معرفی یکیشو نگه داشته و اون بقیت اللهه، میگه این بقیت الله بقیه منه، اون صفه خداست، بله اختیار شده خداست. آدم ابوالبشر شرافت هم این بود که جعل الله آدم کعبتن قبلتن اصل الهه انوار و روحانی، بله این آدم ما معیار قرار دادیم، این رو قرار دادیم جایگاه، این که ملائکه بخوان سجده بکنن و آدم سجده میکنن به انوار مقدسه سجده کنن. آقا نوح رو نبی کردیم، فرمود من نبی بودم وقتی که آدم بین روح و جسد بود، نوحی در کار نبود، هم اینا همه معنا داره. نوح چه کرد؟ چند سال تبلیغ کرد؟ چقدر شیعه کرد؟ مثلا مسلمون کرد؟ تسلیم شدن؟
و اینا برای چی تسلیم شدن و انبیا موظف بودن دونه دونه شو ولایت امیرالمومنین امام زمان علیه السلام بگن. اینجا مقام اولوالعزمی روشن میشه. بیا سر ابراهیم. ابراهیم خلیل خدا شد، فرمود مقام خله گرفت لکثرت صلواته علی محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. موسی کلیم خدا شد، اونجا در کوه طور چی دید که مقام کلیمی رو بهش عطا کردن؟ چرا؟ فرمود موسی البس حلت الاستفا. خیلی زیبا، لما علم الله من هل وفا علنا. موسی کلیم چون وفادار ما شد کلیم خدا شد. خیلی قشنگ. عیسی روح الله شد، سر سوزنی از روح قدس رو به او عطا کردن که حقیقت اون روح صدیقه طاهره سلام الله علیه و روح القدس یه فاطمه. وقت عیسی مسیح یه سر سوزنی از این روح القدس اینجا گرفت، در حال جبرئیل در کنار عرش خدا روح القدس از زهرا رو گرفت. اون جبرئیل باید بیاد سر سوزنی از این روح القدس رو تو آستین مریم بدمه تا عیسی روح الله پیدا بشه. میاد اونم پشت سر کی؟ امام اعظم نماز بخونه. این چه مقام شرافتی؟ اینم روح الله. پیغمبر مقام حبیب اللهی گرفت. چی شد؟ این مقام حبیب اللهی اونجا شد که رسید به جایی که کان قاب قوسین نهایت تازه اومد از نور ولایت امیرالمومنین رو ببینه، همکلوم با امیرالمومنین بشه. یه مقامه، بله خیلی مقامه، یه کرامته. امیرالمومنین ولی الله مظهر ولایت خدا، ابوالائمه شد، شناسنامه ائمه معصومی شد برای ظهور و بروز این ولایت. خیلی مقامه. اما بقیت الله خیلی خیلی بلند. یعنی انبیا شما به کجا رسیدید؟ یعنی خاتم انبیا، یعنی امیر المومنین، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت، همه کمالات شما یه طرف، این آقا بقیت الله. مجموعه لدیه آثار الانبیا موجود، اون آثار خیلی عفه. این تمام صفات کمال و جمال و کبریایی خدا که خدا میخواد ظهور و بروزش بده، در یه روزی آقا بیاد. حشمت سلیمان که چیزی نیست، گرم بقید آتایی تنی من الملک، چیزی به من بده که به احدی ندادی، لم تو احدا من العالمین. خدا یه حشمتی بهش داد، ملائکه اجنه اینا همه مطیعش بودن. امام زمان سلام الله علیه خدا یک قدرتی به او عطا کرد که آتیناهم ملکاً عظیماً، به هیچ کی نداده خدا ملک عظیم و به اهل، تازه نخواسته ملک عظیم داده، که این ملک عظیم رو میفهمد اطاعت بهشت و جهنم از امام زمان، از اهل بیت اسمان. اصلا ما واقعاً سرفکنده ایم شمس، این ظهور باید بشه. ظهور یعنی این بقیت الله خیر لکم، یعنی امام زمان برای شما بهتر. مؤمنین دنبال چین با امید روزی که چشم ما هر کس ناکس شاهد ظهور حضرت باشه ان شاء الله. زمان ما تقریبا 10 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم. دوست دارم راجع به کرامت، برترین کرامت آقا بقیت الله صلوات الله و سلام برای ما کرام، بهترین کرامت امام زمان همینه، ذخیره شده برای اظهار همون ولایت. ظهور اون ولایتی که هنوز حالا آشکار نشده و منطبق نشده بر کل زمین، اصلا هنوز سر سوزنی از این ظاهر نشده. اون اطاعت، لعنت بر دشمنان امیرالمومنین اهل بیت عصمت و طهارت، به نص فرمایشات خود قرآن. و نباید اینو کتمان کرد، باید دشمنان امیرالمومنین رو لعنت کرد. بله، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله لعنت. نص سری قرآن، اون حقیقتی که ظاهر نشد، نه تو دنیا، نه تو عوالم، سر اول، سر دوم، سر سوم، اونجا هم کرهن پذیرفتن. اون حقیقتی که جایگاهش مال فوق عرشه، جعلکم مقادا فی ملکوت سلطانه، اون حقیقتی که خدای عزوجل اون رو سبب کمال کل ما خلق، کرامت کل ما خلق شمرده، ولایت و ائمه مجلس حضرت وقتی میاد از دشمنان ولایت، اول از دشمنان ولایت انتقام میگیره. ما اصلا شأنش اینه، اون این هم که میاد ظاهر بکنه اینه. لذا امام زمان جنگش جنگ با دشمنان ولایت خبر میانه است. بله، مسیحی ها در جا عیسی مسیح میره همه ایمان میارن،
با بله با یهود می جنگه، چون دشمنی با امام زمان و ولایت دارن می جنگه. این آقایی رو حضرت می خواد گستره در جهان و گستره در عالم بکنه و انشاءالله باشیم منتظر هستیم به اون ظهور که این حقیقت ظاهر بشه. اینجاست که می فهمیم مقام اولوالعزم یعنی چی. هن بیا هنش تون شما شدید اولوالعزم من الرسول از اخذ الله من النبیین میثاقهم و ملک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذ منهم میثاقا غلیظا. از این پنج تا میثاق غلیظ خدا گرفته. آدم از انبیا اولوالعزم نشد چون تو اینجا تعلق لم نجد له عزما. لم نجد له عزما یه جهتش نه، میخوام جهت مهمه هست مهدی رو بگم. این زیباست. آدم نشد از انبیاء الالعهد چوز با عزم و جزم ولایت امیر المؤمن اهل بیت رو نپذیرفت، مبتلا شد، بیرونش کردن از بیت. سر بیرون کردن از بیتش هم همینه، سر قبولی توبهش هم همینه که پذیرفت. یه جهت دیگه هم هست راجع به انبیاء الالعزم شدن. این عبارت اینه، اونایی که میخوام سرچ کنن خیلی قشنگه، فثبتت العظیم لهؤلاء الخمس فی المهدی. اللهم صل علی صلوات الله. یعنی انبیاء اولوالعزم با عزم و جزم قبول کردن، پذیرفتن که حضرت مهدی سلام الله علیه که تشریف آورد، اون وقت با عزم و جزم یاریش کنن شدن انبیاء اولوالعزم، حتی خاتم انبیاء. این خیلی بلنده. من چی میخواد ظاهر بشه؟ چون اونی که ظاهر نشده این آقا میخواد ظاهرش کنه. قول این اسم امام کن قورن فمن یعتی کن به ما این معین معین اون معین ما آقا جانه. آقا بقیت الله احسن. حالا ببین ما چقدر بیمعرفتیم آقا بزرگم. این بیمعرفتی رو یه گوشه چو بگم، ما چقدر بیمعرفتیم. باور کنید مؤمنین مردم، موعظه میکنم خودم و همه دوستان امیرالمومنین شیعیان و منتظرین حضرت، اگه ما یه دسته پول اینجا گم بکنیم و اگه بچه‌مون رو توی بیابون توی اینجا گم بکنیم، چند بار میریم میایم تا این پول بکنیم؟ به قول خودمون عزا برمیداریم که آقا چی شده، بدبخت شدیم و فلان شدیم و شب و روز خواب نداریم. الله اکبر. چشممون کوره، این آقا امام زمانمون به تنهای بیکس الموتور به اهله ابدا توی فکر نیستیم که این آقا کجاست. دعا کنیم براش، اقامه مجالس کنیم براش، گریه کنیم در فراقش، بخواییم از خدا فرجش رو، بخواییم از خدا ظهور امام عصر السلام. ما کجا؟ امام عصر علیه السلام کجا؟ ولی باید التجا کنیم، از خدا بخواییم. کمال ما اینه، اگه دنبال کرامتیم، اگه دنبال آقای محمد و آل محمد علیه السلام هستیم، بزا دشمنان اون عزت هر کاری میخوام بکنن. اون پیر مرد اومد خدمت امام حسین، آقا من پیر شدم، گوشتم به استخونم چی که رسیده، استخونم ضعیف و نحیف شده، 100 سالش بود. آقا هی گفتین امسال میاد، سال دیگه میاد، امسال من 100 سالمه نیامد آقای ما، کی میاد؟ چیکار کنم؟ من میبینم دشمنان شما اینا دارن بال گرفتن، پرواز میکنن، الله دارن اینجوری جولان میدن، جولان میدن. اما آقای ما غریب در پس پرده حضرت فرمو پیر من اگه باشی تا حضرت بیا خب با مایی، اگر هم با نباشی و بری در بهش با ما خواهی. یعنی این عقیده رو از ما خواستن. بچه شیعه باید با این عقیده باشه، انتظار بکشه برای این که اون معرفت اول اینجا ایجاد کنه در وجودش، قابلیت انتظار، قابلیت ظهور، قابلیت کمال رو پیدا کنه که حضرت تشریف آوردن اونجا بتونه ایفای نقش بکنه و اون عهد خودش رو تجدید عهد و میثاقش رو داشته باشه. آقای کاشان ما 4 دقیقه تا پایان برنامه فقط فرصت داریم. بزرگواری اگر بفهمید خلاصه بحث امشب رو در قالب چند جمله جمع بکنید و تیتروار بیان کنید ممنون میشم. بله، 2-3 تا تیترش مهمه. 1 انگیزه خلقت ولایت، 2 انگیزه غیبت عدم قابلیت اون ولایت، علت غیبت چون اینه باید منتظر ظهور بود. این باید ظاهر بشه. چی ظاهر بشه؟ آقایی این ذوات مقدسه رو میخواد خدا ظاهر کنه، منتظر ای باید. ما اینو بیان کردیم، لذا
این اسامی که این برای خودش میذاره، اون برای خودش میذاره، این لقب رو میذاره، این لقب میذاره، دکونه، دکونه گول زدن مردمه، دزدیه، قطاع طریق مؤمنینه. مؤمنین بچه شیعه ها، جوون ها، اهل ولا، کسانی که در خانه امام حسین گریه میکنید، عاشق کربلایی ها، دل باخته امام حسین، یه آقا غریب مظلوم کشته شد، میدونید کی باید بیاد انتقام بگیره؟ و من قتل مظلوم هم فقط جهنم آله ولی یهی سلطان حالا یوسف و فلقت انه کان منصور، اون آقا باید بیاد، اون آقا عینت طالب و به دم المقتول به کربلا، اون آقا باید بیاد انتقام بگیره، اون آقا باید بیاد آقایی سید شهدا رو تو عالم ظاهر کنه. خیلی زیباست. و ما کی روایت رو کی امام زمان علیه السلام میکشه موزن یهودیه؟ حضرت فرماد او وقتی که مردم معرفتشون به امام حسین کامل میشه. امام زمان آمده مردم همه رو سوق داده به امام حسین، یا یعنی این معرفتی رو که به ولایت شد، امام حسین کشته شد برای ولایت، کشته شد برای مظلومی امیرالمومنین، به این جد بغض و کینه امیرالمومنین حضرت رو کشت. امام زمان میاد معرفت به امام حسین رو بالا میاره، یعنی معرفت به ولایت رو بالا میاره تا مردم قابلیت این رو پیدا کنن، انتظار اون ظهور حقیقی در قلبشون جلوه کنه. احسنتم، خیلی ممنون و متشکر. و یادی کردیم امشب از یوسف زهرا آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقام فدا. حقیقتا جا داره تأسف بخوریم بر حال خودمون، که زیبا گفتید اگر ما پولی گم بکنیم، بچه‌مون رو گم بکنیم، چطور به آب آتیش میزنیم تا پیدا کنیم گم شده خودمون رو، چطور بیتاب میشیم. آیا وقت اون نشده که بیتاب ظهور امام زمان و بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا باشیم؟ تا پایان برنامه کمتر از یکی دو دقیقه فاصله و فرصت باقی مونده، بیایم امشب که شام جمعه هست دعا کنیم و از خدای عزوجل صحت و سلامت و عافیت و نصرت امام زمان رو درخواست کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. خیلی ممنون و متشکرم بینندگان عزیز و ارجمند از اینکه تا به این لحظه با برنامه سرزمین عشق همراه بودید. در دعاهای خودتون ما رو فراموش نکنید و برای ظهور فرج آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف ان شاء الله آن به آن و لحظه به لحظه در پس از نمازهای مستحب و واجب خودمون انشاءالله این رو از خدا بخوایم. حاجای باشن اگر ازی فهم از شما خداحافظی بکنم و بینندگان عزیز و ارجمند شما رو هم به خدای بزرگ و منان میسپارم التماس و دعا و یا علی. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه، مولای من حسین جان، آقای من حسین جان، مولای من حسین